1, 1, 11. M Show 11. Welcome to M Show. میریم به سراغ سرخط خبرها. علی جنتی: برای خودمون در دنیا دوستی باقی نگذاشتیم. آقای علی جنتی، پسر آقای احمد جنتی، شما اولین پسری هستی که ذره مسئله رو خراب کردی دیگه. چون شنیدی که میگن که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. شما دقیقا پسری هستی که پدر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، که پدرتون هم الحمدلله خدا رو شکر از زمان نوح میگن که بوده و هنوزم هست. یعنی همه هنوزم هست. آخرین کار اسرائیل فکر کنم که دیگه جان خدای نکره زمونم لال، زمون همه دوستان شما لال باشه ایشالله، آخرین کارش اینه که این بازنشسته میشه دیگه. بعضی که بعد از پدر شما بازنشسته میشه اسرائیل، دیگه کاری به این کارا نداره. پوشیدن شلوار برای خانم ها، خوردن سیب زمینی در مرحله عام، استفاده محدود از موبایل و خوردن پیتزا در کره شمالی آزاد شد. آقا ببین، دو تا کشور ایران و کره شمالی یه دونه انقدی فاصله چیز و خط مرزی مشترک با روسا دارن. ببین این روسا چه کردن، این چینی ها چه کردن. یعنی دقیقا اینجا مثلا شطرنج حرام بود آزاد شد، اونجا پیتزا حرام بود حلال شد. جمهوری کمونیستی ایران و جمهوری کمونیستی کره شمالی. خیلی ها زنا میتونن دیگه شلوار بپوشن. ببین چقدر مردم اونا خوشحالن، الان جشن گرفتن. فقط یه مشکل دیگه هم دارن، میدونین چیه؟ هنوز جشن گرفتن آزاد نشد در کره شمالی. اونا چقدر بدبختر از ما هن. یعنی میتونی شما سیب زمینی در ملای آم، وای من اصلا نمیدونم. یعنی ما همین الان یادم میاد که مثلا 10 سال پیش چه اتفاقاتی رو ما گوش میکردیم. میگفتن با ماشین زیاد دور نزن، به دخترها نظر داریم. درود بر شما هموطنان غیور در کره شمالی که با ما دردتون مشترکه، این تلفن مشترک. درود بر شما که خلاصه میتونید سیب زمینی بخورین. ما هم الان موامونو یه ذره دخترها میتونن بدن بیرون. حالا تا همینطوری ادامه داره. اوه مای گاد. دکتر محمد شریف: حکم اخراجم را دانشجویم امضا کرد که دو بار به اون نمره قبولی نداده بودم. آقای شریف عزیز، چرا جفسازی میکنی؟ آقا شما کاری باهات نکردم، حکم تو فقط امضا کرده دیگه. اون نیست، اون دختری یارتون نیست تو دانشگاه، استاد دانشگاه بعد اون پسرها اونا فیلم برداری کردن، پسرها رو گرفتن، دخترها رو گرفتن، همه رو گرفت، کل تیتراج فیلم رو گرفتن، نور پردا صدا بردار اون کار رو گرفتن. تنها کسی که آزاد بود متهم ردیف اول بود. یعنی فقط تنها کسی که آزاد بود استاد دانشگاه موند و نقش اول فیلمم که قاضی بزرگوار بود که رأی داده بود، این دوتا زنده مونده بودن. کاری با تو نکردن. خیلی حساسی، خیلی حساسی دکتر. دادستانی فرانکفورت: معاون کنسولگری ایران متهم به آزار جنسی کودکان است. آقا خواهش میکنم این سفرا رو جمع کنین همه رو با هم، سفیرای ایران در همه جای جهانو یک کلاس توجیهی بذارین دیگه. آقا شما این اسلامی که دارین صادر میکنین تو برزیل، اینجا اینا نمیشه یه بار جمع کنین توضیح بدین که آقا در خارج از کشور این، یعنی که من نمیدونم دیگه. یا دنبال اون بچه هن یا دنبال اون یارو هن. حالا میگن که این اختلاف فرهنگیتون تو حلقه هم خیلی متفاوت. آیت الله بروجردی: به اتهام دفاع از دین در برابر سیاست بازان و قدرت طلبان 7 سال دارم شکنجه میشوم. آقای بروجردی روحانی شیعه، نظرش همینه که باید دین از سیاست جدا بشه و اعتقادش بر این است که به خاطر دین، از بین رفتن دین اسلام توسط سیاست بازان، میخواد دین اسلام حداقل حفظ بشه که مردم بگن که آقا روحانیت هم داره از ما دفاع میکنه.
میلاد افشار دانشجو بهایی بازداشت شد. میلاد افشار در اصل برادر میثاقه. بهایی های بیچاره هنوز کمکان در حال زجر و ستم هستن. باغ ییلاقی کلیسای ربانی تهران در کرج پلمب شد. اینا مسلمان فکر کنن فقط به مسلمان ها اینو نه، پس مسیحی ها هم همینجوری هستن. شیعه و سنی اینا وقتی حمله میکنن همینطوری زرت زرت حمله میکنن، به همه حمله دارن میکنن دیگه. وضعیت زینب جلالیان زندانی سیاسی در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسیار وخیم اعلام شد. حمید و صالح مرادی سروستانی از دراویش زندانی در تهران و شیراز وضعیتشان بسیار بسیار وخیم اعلام شد. یکیشون کلیش مشکل پیدا کرد، یکیشون هم قلبش. اینا الان 7 ماهه که در زندان، اینا هم دراویش هستن که شیعه هستن. آقای احمدی نژاد پوزش و عذرخواهی بنده حقیر رو بپذیرید. من تا الان با شما شوخی کردم، اصلا نمیدونستم شما 15 میلیون ساله که هستید. اخبار بسیار زیادی در سطح کشور پیچیده بود، من تازه امروز خوندم. من عذرخواهی میکنم از شما و مموتی 15 میلیون سال بینندگان عزیز ارجمن که در جامعه هست از قبل بوده. ما فکر می عمرش از عمر احمد نوح جهنتی بیشتره. ولی جدی میگم، خبرش هست، سندش اگه میشه نشون بدید برای بینندگان عزیز خبرشو. کشف دو عاج فیل مموتی 15 میلیون ساله در مراغه. کشف دو عاج فیل، این ماموت ها مموتی نیست. ببخشید من میگم اینو فکر مموتیه. من میگم مموتی 15 میلیون ساله هست. نه آقا، بعد دو تا آجش کجا بوده؟ مموتی مموت یه آج داره. دو تا آج ما از مموت ندیدیم، اونم تازه اگه آج باشه. بله آقا ببخشید، من عذرخواهی میکنم، این راجع ماموته نه مموت. شب بخیر ایران. شما نگاه کن کار ما به کجا رسیده که بچه 18 ساله جغله بلند میشه میره یک آدم 45 ساله رو میکنه تو ماشین. آیا این تفسیر تو از دین تو نیست؟ خدای من و خدای تو با هم متفاوته. حلاج رو به خاطر خدای حلاج کشتن، چون ملت اون موقع شعور خدای حلاج رو نداشتن. از اول انسان آفریده شده تا 10,000 سال دیگه هر کی دورت میبینی از اینجا آمده بیرون. خدای من کار تروریستی نمی کنه. خدای حسینی خدای عشقه. خیلی خدای من تو با هم فرق میکنه. 100 سال دیگه نسل جدیدی اومده بیرون. اونی که اعتقاد به خدا هم نداره، اون به اخلاق اعتقاد داره. خدا اینقدر بسته است که اگه نیچه حرف بزنه فرار میکنی. مسلمونی وقتی یه پلی کشیش میاد میگه که پسرم بیا مسیح اینه، میزنه تو دهن کشیشه. کار به جایی میرسه که مقنعه گذاشی سایفون خیلی میفهمی. همه بسیجیان بد نیستن. ما بسیجی رو باشیم مشکل داریم که مردم رو میزنن. متعصبین این بی خدایی هم خطرناکن. نکته عمیقش اینجاست، خدا تحرف کن. من متعصبم برای خدای تو، من به خدای تو ایمان نخواهم آورد. شب بخیر ایران. خب بینندگان عزیز، از من تصویر بعدی که مشاهده میفرمایید خانوم های بسیجی رو داره نشون میده که از دیوار دارن میرن بالا. آی من عاشق این خانوم های بسیجی هم که بیان منو بگیرن. چهار تا هم میان قربونشون برم. به خدا حالا اگه حجاب آزاد بشه خیلی جالبی که اینا بدون حجاب و دیوار میرن بالا، چه صفی اون پایینه. به جون شما قول به شما میدم اینا حجاب آزاد چه، این خانم بسیجی ها بدون حجاب برن بالا، صفی که میان مردم برای تماشای دیوار رفتن بالا، اینا از صف اعدام هایی که الان میرن بعضی ها نگاه میکنن خیلی طولانی تره. بعد آدم چقدر خوبه که اینا بیان بکشنش. بینندگان عزیز، من واقعا شرمندم. این آمریکایی ها اصلا جنبه نداره. من تو مسیر میومدم همینطوری منو میگرفتن. من میگفتم آقا ولم کنید، تیکه تیکم داشتم میکنن. یه دونه موچ موی زنه چسبیده بود اینجا. اینا هم تحریک شده بودن دنبال من. من میگم آقا من مردم، ایشی که گوش نمیکنم. آمریکایی هم به موی زن از وقتی من گفتم این رئیس جمهوری را گفتن تحریک میشن. مراقب خودتون باشه. اه 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 آقا اه اه.
غزلیات حسینی. آن شوکت و آن مکنت ما رفت به باد، آن عمر پر از مهنت ما رفت به باد. صد سال عبادت بدون دانش تخریب نمود خدمت ما، رفت به باد. چون گوش به فرمان سخیفان دادیم، آن حافظ هم صحبت ما رفت به باد. از بس که در باغ نمودیم کفران، بدبخت شدیم، نعمت ما رفت به باد. از کوروش و مولوی و ناصر خسرو، چون دور شدیم قدمت ما رفت به باد. معتاد شده خسرو و شیرین هرزه، معتاد شده خسرو و شیرین هرزه، عشق و هنر و عصمت ما رفت به باد. خاموش حسینی که ز نادانی تو این همدلی ملت ما رفت به باد. خواهی که همه یک دل و یک جان باشیم، باید که همه عاشق ایران باشیم. باید که همه عاشق ایران باشیم. شعری بود تقدیم شما بینندگان عزیز. دو روز پیش اینجوری بهم میاد، خدا یه دونه لب آنجلو جوندیری هم ما ندادی که. برنامه بعد نگاه کنیم. یکی از هنرمندای عزیز رها شایان، دو دقیقه از کلیپ قشنگش رو با هم میبینیم. از ایران زده بیرون، کلیپ سیاسی، رها شایان. دست و دست مردم زیر خط فقرن، سر گشنه رو بالش میذارن، سناسش پول سیاه از تو بانک بدبختی هم با قسم و آیه در میارن. 70% مردم زیر خط فقرن، سر گشنه رو بالش میذارن، جون میکنن بیر و جمع و یه لقمه نون پاک و حلال برا زن و بچهشون بیارن. ولی جاش آقایون جلو چش مردم، توی روز روشن 3000 میلیارد پول بیت المال و یهو میخورن، ککشون نمیگزه که حروم میخورن. حتی پارچه کت شلواره وام بدیرم صافش تو پیک میبرن. بیت المال واسه ما حرومه، واسه آقایون مثل نون حلاله، نون حلاله. خوش خوبه بله بوسو بوسو بله تر از ایستگاه خط فقر بودش، بوسو بوسو بله سختی و بدهی و بیکاری توی راه خط فقر نبودش. خوش خوبه بله بوسو بوسو بله تر از ایستگاه خط فقر بودش، بوسو بوسو بله سختی و بدهی و بیکاری توی راه خط فقر نبودش. تو جیبم بوشه پش داره قاب میندازه، در سالن اجرا کنسرت قاراغور رودمون همیشه بازه. بابا خوشمه
موشک دوباره برپا شد. آه سر برج نزول خوره پیدا شد. وای ولی باز نزوله، این همه بدهی و وام کوفتی کمی دیر شد. این بار دیگه نزول خوره پاچه گیر شد. تا صداش یه کمی بالا رفتش، حکم جلب و بابا دید توی دستش. از ترس آب رو بابا یک دو دنده یه سکتر و همچین یه نموره پرگاز جا رفتش. آخ قلبم، آخ قلبم، آخ قلبم. جوادی بیاد انشاشو بخونه. با سلام خدمت معلم بزرگوار، خیلی با شخصیت فهمیده و کسی که میتواند به ما نمره بدهد و ما میتوانیم با نمره های او به مکان های بزرگ جهانی برسیم و از اینکه قبلش به ما نمره خوب میدهید ازتون سپاسگزاریم. تو که یه قطار فقط مقدمه رفتی، تو که جوادی نیستی. من جوادی نیستم به خاطر که جوادی حرف سیاسی زدی امروز مدرسه، داشت میومد مدرسه. خب بعد اونو یه شیشه نوشابه خریدم بردنش زندان، گفتم حرف سیاسی دیگه نزن، انشاتو بخون. تش. به اسمی تعالی و بار تعالی، هدفمند کردن یارانه ها. پدرم امروز صبح میگفتش که این هدفمند کردن یارانه ها به هدف ما فرو رفته است و اگر یه خورده تحمل باید اوائلشو باید تحمل کنیم ولی بعدش بهتر میشه. لطفاً شعونات را به کار ببریم. بچه‌ش میگم یعنی باید خود تحمل کنیم، هدفمند کردن خوبه ولی یه خورده طول میکشه که دردش اینا حل بشه. پدرم همینطور میگفتش که این هدفمند کردن یارانه ها خیلی کار خوبی شده است، زیرا که بیشتر مردم متوسطی که پول نداشتن و خودشون هم به هشتشون گروه نهشون بود، الان بدبخت انقدر فقیر شدن که اصلا دیگه پولی اصلا دیگه ندارن و این پول از این بدبخت ها گرفتن دادن به خودشون و همین نمونه همین هدفمند کردن یارانه ها این است که خاوری الان رفته در خارج از کشور و ببین چجوری به با هدف کردن یارانه ها عشق میکند و اونجا لذت میبرد و خیلی خوب است. در ذهن پدرم میگفت همین هدفمند کردن یارانه ها کار به جای رسیده که ما با این پولی که داریم گوشت مرغ رو که نمیتونیم بخوریم، حتی تخمش هم نمیتونیم بخوریم. میگه بابا، میگه مثلا دیگه ما پولمون به گوشت نمیرسه، تخم مرغ هم نمیتونیم، دیگه تخمش هم نمیتونیم بخوریم. نه درست بگوییم، خیلی بی‌ادبیه. نه آقا، همین که چیزی که هستش واقعا تخمه الان خیلی گرون شده به نظر خب پدرم. نخوریم. خب نمیخوریم ان شاء الله. چش. بعدش همین هدفمند کردن یارانه‌ها کمک‌های بسیار زیادی کرده از مسئولین، همه‌شون سوار ماشین‌های ایران خودروی مسخره می‌شدن، اما الان ماشاءالله بنز دارن و همین بنز است که خیلی کمک‌های فراوانی به ما می‌کند و اگر ما خوب دقت کنیم هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اینکه به ما کمک کرده به خارج هم کمک کرده. همین کشور بغلیمون رو نگاه کنیم، اسمشو بیاریم خطرناکه، که اون همینطوری پول‌ها رو از اونجا میبریم به ما جنس میفروشه، سوبسیداش میخوره، این وسط هم خیلی پول در میاره، الان هم میگه تنب کوچک و تنب بزرگ اینا مال منه، بعد ما میگیم که بچه ننه اینا مال منه. بعد همین خلیج فارس انشاءالله مثل دریای خزر هدفمند کردن یارانه‌ها تقسیم میکنه و مردم چون فشار مالی روشونه هیچ وقت موفق نمیشن و سکوت میکنن و همین سکوت مردمه که مسئولین رو پر رو میکنه. به حال این بود انشای هدفمند کردن یارانه ها. فقط یادمون باشه همین 10 سال اول سخته، بعدش ایشالله که رژیم عوض میشه. چی؟ رژیم عوض میشه؟ چی؟ نه رژیم غذاییمون دیگه عوض میشه، حتی سوسکا در دستشویی از مرگ دارن میمیرن. قبلا مردم 8 دفعه میرفتن دستشویی، فهمیدین چه جاد؟ اونجا میرفتن دستشویی میکردن، این سوسکا میخوردن. الان مردم میگه دستشویی میرن، تظاهرات سوسکا همینطوری ادامه داره. این بود انشای من و به همین خاطر هدفمند کردن یارانه ها بسیار کمک کرده که سوسکوش دیگه به درد خود نمیخوره، خود سوسکا از گرسنگی دارن میمیرن و آفرین به مموتیه. خیلی ممنون. من برم. این انشا بود یا سیاست؟ نه ما کار سیاسی نمی کنیم، ما همین با مردم بشینیم اینا یه دور هم جمع بشیم به ریش مثلا مسئولین بخندیم، خودش جذابه دیگه، کار سیاسی قرار نیست بکنیم دیگه. اجازه برو بشین نفر بعدی ببرم این نمره رو بدم به زندان، شما با شما مستقیم تشریف ببرید، خودشون ترتیبشون خواهش میکنم. چشم.
شب بخیر ایران. هر ایرانی یک اپوزیسیونی میشه. یهو میبینید وسط بهش یه سری آدم دارن میرن مایکل جکسون و ایکس و ایگرگ ها وارد بهش میشن. بعد از خدا سوال میکنیم آقا اینا بر چه اساس وارد میشن؟ میگه بر اساس عدد اتمی. شب بخیر ایران. من میگم آقای دینجارا حرفای نیچرم گوش کنید، اشکال نداره، چون دو بار شراب خورده بعد اعدام شه. تاسفم که آدم های با سواد سکوت کردن. شب بخیر ایران. ما ایرانی ها 5000 سال هی برج میکشیم، شهرسازی دموکراسی رو درست کنیم، اون وقت ببینم کسی گرگی میاد بشه رئیس جمهور. نمیشه. اپوزیسیون های خارج کشور میخوان مخرج حصر همدیگه رو شدید کنن. این مخرج مشترک بگیریم، یعنی ده فرمان موسا بدیم بیرون، بگیم آقا همه ما به این ده فرمان احترام میذاریم. من اونجا خطفانی نکردم میگم نه چرا، چون حسینی الکترون آزاده. این الکترون آزاد شما نیتی تحمل کنید، تو به قدرت برسی فردا میتونی قاضی مستقل رو تحمل کنید. میگه ای به کسان من نگر و احساب میتونی شیده فرون در گریبان میتونی، یعنی تو خود به پوزیسیون خودتی. شب بخیر ایران. بیا تو بینم صاف بایسا سوال میکنم جواب بده دیگه. این سوال دیگه ساده ترین سواله که یک بچه یک ساله اینو میفهمه. اگر اشتباه جواب بدی میزنم همچین پای چشت ده دور دور خودت بچرخی. فهمیدی؟ بله. بگو ببینم ملت ما رو چی خوابیدن؟ ملت ما رو دوشک خوابیدن. رو تشک؟ خب این که معلومه رو تشک خوابیدن. هر ابله اینو میدونه عزیزم. دقت کن، سوال خیلی فنی و سیاسی و اقتصادی، دقت کنی بهتر میفهمی. ملت ما رو چی خوابیدن؟ چون پول برق ندارن کوله روشن کنن رو پشت بوم خوابیدن. ابله، رو پشت بوم که همه ملت جا نمیشن بخوابن، پس ماهواره ها رو کجا بذارن؟ بله بله، نمیشه، جا ندارن اونا ماهواره. مگر الحمدلله ماهواره ها رو داریم جمع میکنیم، ایشالله. جا باشه ایشالله. این بدبخت ها برن اون بالا بخوابن. بله جا کمه. دقت کن عزیزم، دقت کن. برشه. ملت ما رو چی خوابیدن؟ ملت ما رو تخم مرغ خوابیدن، چون مرغ نیست که بخوابه روش. بذار دهنه گیری. ملت ما اینقدر بیکارم برن رو تخم مرغ بخوابن؟ آخه مرغا که اصلا مرغ نیست بخوابه عزیزم. چرا چرت و پرت میگی؟ اینقدرم گرون نشده که شما میفرمایید عزیز من؟ میاد بیرون؟ نه آقا، یک در بازی کلاغ پر یه دونه مرغ پرم اضافه شده کلن. کلاغ پر مرغ پر. حالا اینقدر مهمه در تحریمیم ما در فقر و فلاکتیم، جهان نره با ما میجنگ عزیزم. چرا متوجه نمیشی؟ اینقدر دقت کن. تشک. ملت ما رو چی خوابیدن؟ ملت ما رو نفت خوابیدن. آخه بزنم تو اون دهنت، نفت مگه مال ملتی که روش بخوابن؟ دومن تو چرا میخواهی ملت ما را لباساشون رو کثیف کنی؟ تو چه خصومتی با ملت ما داری؟ ای طرفدار اون حسینی گاگول، فکر کردی من نمیتونم نمیدونم در خارج رفتی و با اون اجانب ریختی رو هم؟ اون حسینی عوضیه که لباسش کثیف شه؟ بله. نه عزیزم، مسئولین باید رو نفت بخوابن که همینطور بوی نفت بگیرن. تازه ما اصلا نفت داریم که روش بخوابیم؟ نه. ما 20 سال آینده نفت رو فروختیم عزیزم، ما دیگه نفتی نداریم که روش بخوابیم. دقت کن، ملت ما رو چی خوابیدن؟ ملت ما رو هم خوابیدن. رو هم خوابیدن؟ نمیدونم من چی کجا کجا میری؟ جا نیست. میبینم تو چرت و پرت میگی. تو میبینم عزیزم، ابله، من دارم تو رو میپیچونم، چرا دقت نمیکنی؟ اصلا ملت ما نخوابیدن، بلکه ملت ما بیدار است. این ملت ما هوشیار است و نمیخوابد. حتی والیوم بده اگه خوابید، عرق سگی هم بدی نمیخوابن. این ملت بیدار است برای اینکه با دشمنان بجنگد و تا آخرین قطره خونش. کجا میری؟ بیا تو بین شعار رو گوش بده بعد برو ابله. تا آخرین کجا میری میگم؟ بیا تو بینم. رفت بیرون تا آخرین قطره خونش. حالا رفتی دیگه بیرون دیگه، به کی بگم من؟ برنامه بعدی رو نگاه کنید. خفشو Thank you.
ذهن احمق عین مردمک چشم میمونه، هرچی بهش نور بتابی و شور تنگتر میشه. تا برنامه دیگه رأس ساعت 12 شب به افق تهران ام شو، چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر، شب بخیر ایران یادتون نره. خداحافظ. قدرت و افزون از ملاحه تو، قدر خود نمیدونی چه هاست، مگه شیر فلنگی ایدل ایدل ایدل، به ما دایم بجنگی ایدل 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 ایدل، مگه شیر و فلنگی ایدل ایدل ایدل، به ما دایم بجنگی ایدل 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 ایدل. مکن کاری که بر پسنگت های جهان، با این فراخی تنگت های تو، فردا نام خان و نام خانم، تو رو از نام خاندن ننگت آیو. سان کمو بیش به دیدم حال ثروت من دو در بیش، نه در ویشی در آنجا بی کفن، نه دولت من برد از یک کفن بیش، مگه شیر پلنگ ایدل 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 ایدل، به مدائم بجنگ ایدل 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 ایدل، مگه شیر پلنگ ایدل 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 ایدل، به مدائم بجنگ ایدل 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 ایدل. از اون روزی که ما را آفرید به غیر معصیت چیزی ندید، خداوندا به حق هشت و چهارم ز ما بگذشت و تردیدی ندید.